مامانم تعریف میکرد، میگفتش که زمانی که به دنیا اومدی من از بودن تو و از حضور تو خیلی خوشحال بودم. عمه من که وارد میشه مامانم با یه ذوق منتظره که مثلا این تبریک بگه یا اینکه بپرسه که این بچه‌تون سالمه خدا رو شکر. میاد داخل، اولین سوالی که میپرسه میگه که دختره یا پسره، که مامانم من میگه دختره و سریع همونجا میگه روی صورتشو بپوشونین بذار من نبینم اینو. مامانم میگفت اونجا به شدت دلم شکسته بود، چون فکر میکردم ناشکری بزرگی دارم میکنم. خب دختر و پسر هیچ فرقی نداشت. کرد کرمانشاه، ساکن ترکیه، 34 ساله، مادر پریسا رزاق. و من نمیدونم اون لحظه مثلا عمه من به چی فکر میکرده یا مادر بزرگ من به چی فکر میکرده که اینجوری این برخورد رو کرده. از حضور من خوشحال نبودن، از وجود من خوشحال نبودن، اینکه هیچی، اینکه مامانم هم سرزنش کردن که چرا دختر به دنیا آوردی، یه چیز عجیب و غم‌انگیزی بود که همیشه مامانم راجبش حرف میزد. خاطرات بچگی من پر از این تبعیض ها، چون من یه دختر تقریبا شیطون بودم، شیطنت زیاد میکردم، اما مدام سرکوف میشدم که مگه پسری بشین. این خیلی منو اذیت میکرد. یادمه من مامانم به خاطر اینکه من بتونم خیلی راحت شیطنت کنم همیشه میرفت موهای منو پسرونه کوتاه میکرد، یعنی تیپ منو پسرونه میکرد که کسی نگه که چرا دخترتو فرستادی بیرون بازی کرده. من حتی نمیتونستم خیلی کارا رو انجام بدم، خیلی کارا رو که دوست داشتم. یکی از اون کارهای این بود که مثلا آرایش کردن، لاک زدن، رقصیدن، یه چیزایی که واقعا زشت بود، یعنی عیب بود. به من میگفتن این کارو نکنی یا این حرکت رو انجام ندی یا این حرف رو نزنی یا نمیدونم اصلا مگه پسری وارد این جمع میشی. یکی دیگه از اون مسئله هایی بود که منو خیلی اذیت میکرد سر درس خوندن بود. گفتن دختر نباید بفرستی دانشگاه، دختر اگه بره دانشگاه دیگه فاتحهش خونده است. حالا من با مخالفت‌های زیادی که داشتم دانشگاهمو رفتم، ولی از طرف خانواده پدری فشار خیلی 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 زیادی رو تحمل کردم. من از اینکه خودم دختر بودم هیچ وقت شرمنده نبودم و اینکه خوشحالم بودم. شاید مثلا گاهی اوقات خواهرای من میگفتن که کاش ما هم پسر بودیم، پسر ارزشش خیلی بیشتره، ولی من هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم. از بود اینکه دخترم خیلی خوشحالم بودم. من یادم برای اینکه برادرم به دنیا اومده بود یه مراسم کوچیکی گرفتن که خدا رو شکر پسردار شدی. احساس میکردم، من اون لحظه فکر کردم مامان بابای من تازه بچه دار شدن، یعنی با حضور برادرم تازه بچه دار شدن. این حس خیلی بدی بود. البته برای من بعدها تاثیرات منفیش رو توی زندگی منم گذاشت. من خودم چون خیلی خیلی از لحاظ اینکه تبعیض قائل می شدن که چرا دختری و چرا اینکه این کارو میکنی اون کارو میکنی، هیچ وقت با خودم فکر نکردم که اگه بچه دار بشم پسر داشته باشم. همیشه آرزوی قلبیم بود که دختر داشته باشم و دلم نمیخواست که هیچ وقت راجع به پسر بده، دختر خوبه، دختر بده و پسر بده، این چیزا با دخترم صحبت کنم. اما متاسفانه گاهی
به خاطر اون فرهنگ عمیقی که تو وجود ما هستش، تو ذهنیت ما هست، من ناخودآگاه یه چیزایی رو از دهنم در میاد به شایلین میگم. مثلا شایلین یه شیطنتی میکنم، میگم بشین مگه پسری، یهو خودم رو جمع جور میکنم، میگم خب من اینجوری آسیب دیدم، من خودم این با این حرفها با این چیزا آسیب دیدم، چرا من مانع حرکت این بشم، چرا باعث شم که باز برای شایلین هم همین ذهنیت به وجود بیاد، چون این خودش ریشه تو وجود ما داره، تو ذهن ما داره، من از مادرم، مادرم از مادر بزرگم. و الانم گاهی خود شایلین به خاطر اون حرفایی که من زدم برمیگرده میگه که مثلا رنگی رو که انتخاب کنم میگه مامان این پسرون است. بارها باش صحبت میکنم، رنگ ها فرق نمی کنن، بین پسر و دختر هیچ فرقی وجود نداره، همه آدم ها با هم برابرن. من سال 84 ازدواج کردم. ازدواج من تحمیلی نبود که بگم به زور منو اجبار کردن که ازدواج کنم، ولی یک انتخاب اجباری بود. من از یک زندگی که توی اون زندگی خیلی چیزها رو خیلی کارا رو نمیتونستم بکنم، وارد یه زندگی دیگه شدم، از به قول معروف از چاله به چاه افتادم بود برای من. و توی زندگی مشترکی که با ایشون داشتم من خیلی خیلی کارها رو دیگه نمیتونستم انجام بدم. من یادم چون خودم شعر میگفتم، داستان مینوشتم و خیلی کارهای دیگه انجام میدادم، اولین چیزی که از من خواسته شد این که تمام اینا رو کنار بذار. و من اونجا متوجه شدم که خیلی داستان برای من داره خیلی غم انگیز میشه، ولی دیگه چاره ای نبود چون وارد یه زندگی شده بودم. و اینکه توی شهر من یا خیلی از شهرهای دیگه طلاق یک مسئله خیلی بد بود، یعنی اگه من به عنوان یک زن مطلقه برمیگشتم خونه پدریم، باید اونجا هم اسیر میشدم و هیچ کاری را انجام نمیدادم. من شغلم خیلی دوست داشتم، یعنی شغلی که براش زحمت کشیده بودم و تا مرحله پیش رفته بودم خیلی دوستش داشتم. توی محل کارم غیر از اینکه تبعیض جنسیت بود، اما بعد از اینکه شغلم از دست دادم مجبور شدم خونه نشین بشم. شغله یه جورایی به من یه آزادی رو میداد، میومدم بیرون، محل کارم بودم، با مردم در ارتباط بودم، توی اجتماع بودم. اما بعد از اینکه شغلم از دست دادم، خب به عنوان یک زن خانه‌دار محسوب میشد دیگه، مجبور بودم توی خونه بشینم. هزار و یک مشکل دیگه بر من پیش اومد، اینکه افسرده شدم و اجازه نداشتم دیگه جایی به اون صورت تنهایی برم. یواش یواش تبدیل شدم به یک زن منزوی، تبدیل شدم به یک زنی که هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، از افسردگی گرفتم. ولی باز زمان که گذشت به خودم که اومدم، دیدم که من شغلم از دست دادم، آسیب هایی که دارم از این طریق میبینم خیلی بیشتر از اون چیزی که اونو از دست دادم، دارم خودم هم از دست میدم. این تبعیضه نمیدونم قراره تا آخر عمر همه دوستای من که تو ایران هم، همه زنای ایرانی باشه، یا قراره یک تغییری بشه. و امیدوارم که این تغییر از خود ما شروع بشه و این تغییر ایجاد بشه. فقط من این آرزو رو میکنم برای همه زنای هموطنم ایرانی. نگاه تبعیض آمیزی که روی من زن وجود داشت باعث شده بود که من اعتماد به نفسم رو کامل از دست بدم، یعنی اینکه نتونم هیچ کاری رو تنهایی انجام بدم. فکر می‌کردم اگه من یک زنم یک کاری رو انجام بدم تنهایی از عهده‌اش بر نمیام، حتما باید یک مرد پشت سر من باشه. گاه و بیگاه احساس ناامنی می‌کردم، چون این ناامنیه رو به قول خودشون جنس ضعیف‌تر بودم به من داده بودن و احساس تنهایی میکردم. شاید خیلی جاها میخواستم روی پای خودم بایستم، اما
چون انقدر به من تحمیل کرده بودن که تو جنس ضعیفی، تو نمیتونی، تو یک زن هستی، از عهدش بر نمیای. واقعا از عهده یک کار کوچیکم بر نمی اومدم و این خیلی درد عمیقی بود، درد بزرگی بود برای منی که آرزوهای بزرگی داشتم. دلم میخواست یک زن موفق بشم. وقتی این تبعیض ایجاد شد، من تمام اینها رو از دست دادم، یعنی آرزوهامو کلا از دست دادم، چون به این نتیجه رسیده بودم بله من یک زنم، جنسم ضعیفه و حتما هر کاری رو که میخوام بکنم باید حتما مرد کنار من باشه. اما خدا رو شکر میکنم برای اینکه بیام توی محیطی که بتونم شایلین رو یه جوری پرورش بدم، بزرگش کنم که این نگاه از روش برداشته بشه، یعنی این نگاه دیگه وجود نداشته بشه، خودش هم با این نگاه بزرگ نشه که یک جنس ضعیفه و نمیتونه از عهده کارهاش بر بیاد. خدا رو شکر میکنم تو این مسیر هستم و این مسیر رو انتخاب کردم به خاطر اینکه ثابت کنم که من یک جنس ضعیف نیستم. آرزوی من یک دنیای بدون تبعیض و یک دنیای برابری بین زن و مرده. آرزو میکنم که هیچ زنی از حق طبیعی خودش محروم نشه به خاطر جنسیتش. این بهترین و بزرگترین آرزوی منه برای هم نوعام.